خب آقا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت برابچه گل و عزیز یوتیوب. آقا ایشالله که حالتون خوب باشه. یه مدت طولانی، یه وقفه طولانی واقعا پیش اومد به خاطر میدونید دیگه اینترنت واقعا یعنی داغونمون کرد. این نتی هم که حالا من میگم این نتو به زور پیدا کردم، واقعا نمیدونم، حالا سری گفتم ویدیو بگیرم. ویدیویی هم که میخوایم بریم، خب فکر کنم دیگه اکثرتون بدونید دیگه آلبوم فدایی هستش. آلبوم فدایی هم بالاخره اومد و میگم ما هم تصمیم گرفتیم در واقع ریاکشن آلبوم به صورت کامل و ترک به ترک بریم و در واقع جدا قراره ویدیوها رو بگیرم، چون واقعا بچا یکی از بچه‌ها اتفاقا نوشته بود که اگه این آلبوم اومد مثلا تکی بریم، چون واقعا به هر حال خیلی سنگین مینویسه و خلاصه. آره میگم اولین ترک این آلبوم هم اسمش مقدمه هستش. حالا اطلاعات خاصی میگم بخوام بگم، من میگم دیگه به هر حال آهنگسازی اونجوری با مهدیار 100% و ما آرتیست های مهمان هم توی آلبوم داریم. متاسفانه قاف و هیچ کس توی این آلبوم حضور ندارن. من واقعا خودم خیلی تعجب کردم، مثلا واقعا حیف شد. و حالا قاف و شرایط قاف به کنار، خب میگیم چون قاف ایرانه و شاید واسش مشکلی پیش بیاد و معمولا فدایی هم خب ترک های اعتراضی سیاسی اینجور چیزا خیلی توش یل طولایی داره، ولی هیچ کس من نمیدونم چرا اصلا این قشنگ یعنی نشون داد که هیچ کس قشنگ از رپ خدافظی کرده، یعنی با نبودنش توی این آلبوم. بگذاریم، ما دیگه خیلی حرف نمیزنم، ما بریم سراغ اولین ترک این آلبوم به اسم مقدمه که میگم پرود بای مهدیار هستش و لینک این کار هم توی دیسکریپشن هست اگه توش میتونید بیاید از جو گوش بکنید. بریم سراغ این ترک و ببینیم در واقع قضیهش چیه. میگن آدم ها کوچیکی بزرگ میشه، دنیاش تلقین خالص سر به عباس، منتظر بده یه دستی نجاتش دشنه پوله نمیبین. خدایی دلم تنگ صدای فدایی شده بود. فدایی صداش خیلی باحاله. بچه من در مورد اصلا کاورش یادم رفته، در مورد کاور این آلبوم یه حرفی بزنیم. کاور این آلبوم خیلی منو یاد سریال هندمیدز تیل فکر میکنم میندازه. نمیدونم سریالو دیدید یا نه، اونم مثلا یه همچین کاوری تقریبا داره توی سریالش. یه تیکه هستش، یه سری خدمتکارن لباس قرمز میپوشن و در واقع دارن به یک سری افراد خدمت میکنن. مثلا میگیری چی میگم، اعتراضی بودن اومده نشون داده که یه سری‌ها در واقع دارن اذیت میشن، مورد ظلم قرار میگیرن و یه سری هم که دیگه ظالم هستن دیگه. واسه کلا کاور آلبوم که اسم آلبوم هم حقه، من نمیدونم مثلا گفتم یا نه، و یعنی قشنگ کاور آلبوم نشانگر اینه که کلا آلبوم شاید اعتراضی، فول اعتراضی بخوام بهت بگم. میگن آدم کوچیکی بزرگ میشه، دنیاش تلقین خالص سر به عباس، منتظر بده یه دستی نجاتش دشنه پوله نمیبینه کوز گنج زیر خاک دمت گرم. میگن آدم از کوچیکی بزرگ میشه. این جمله میدونی مثلا منظور است آدم از کوچیکی بزرگ میشه، وقتی بچه است بزرگ میشه. و حالا یه معنی دیگه هم که میتونه داشته باشه اینه که آدم از کوچیکی یعنی از مثلا فروتنی اینجور چیزا رو فکر میکنم میگه، یعنی مثلا یه کسی که فروتنه، خب مثلا شاید خیلی چیز بلد باشه، خیلی بارش باشه، ولی باهاش حرف میزنی مثلا فروتنه، متواضع، اینجوری مثلا به دید اون شخص هم مثلا بزرگ در واقع جلوه میکنه. تشنه پوله نمیبینه کوزه گنج زیر خاک دمت گر، بگو گرمی چند زندگی بی منت تو باشه چی قسمت، یا من منی یا من من از حاجی بیتش. حاجی بیتش خیلی هستم مهدیار، واقعا یعنی چقدر ترکیب این دو تا سمه. حاجی بیتش دیریل نیست، نمیدونم حس میکنم چیز پترن های حتما یاد دیریل میندازه. ببینه کوزه گنج زیر خاک دمت گر، بگو گرم میتند. نمیدونم حس میکنم نمیشه گفت، یعنی مطمئن نیستم، نمیدونم یه حالت نمیدونم دیریل مدلی حس میکنم توش هست. خیلی حق بیت. ببینه کوزه گنج زیر خاک دمت گر، بگو گرم میتند زندگی بی منت تو باشه چی قسمت، یا من منی یا من من ازت پله میسازم بادو میندازی به قبقب ها. نمیبینه چاکور لو نمیره رازه بین خاک خون مثل رابط اول فضا. حاجی به خدا مهدیار قراره گاد. ببین حاجی ترک اول بیتو داری، این صدا چیه تو این گوش اومد؟ لو نمیره رازه بین خاک خون مثل رابطه یه تاس و پول، این حرفو نمیشه نون و آب خورد بده فوتو باد، سر وز خاکی هنو وایستاده رود و با اصلا راز. ببینم چی میگی مشتی، چی نفهمیدن، چقدر سنگین، یه دقیقه است و ولی مخم گوزید. مثل رابطه یه تاس و پول، این حرفو نمیشه نون و آب خورد بده فوتو باد، سر وز خاکی خورد میده فوتو باد، چقدر سنگینه، این حرفا نمیشه نون و آب، لو نمیره راز بین خاک و خون. کشته شدن هم میتونه در واقع اشاره داشته باشه، اینجا نمیبینه چاه و کور. پشمون چی میخواد بکنه با ما این آلبوم؟ اونو آب خورد بده فوتو باد، سر وز خاکی هنو وایستاده رود و با، اصلا راز و روز، اصلا زار و زور، اصلا تار و پود خود خالقم نبوده صاف و زور، اصلا یادش بخیر بعد. پشمون چی تیکی واقعا، یعنی اصلا فدا یه تابو شکنی اومد اینجا زد. یه بار دیگه بزنم متنشو بیارم، میگه اصلا تار و پود خود خالقم نبوده صاف و صوف. شیت
چه پونچی مشتی، چه پونچی زدی، وای حاجی این آلبوم خیلی حقه، شروعش اینجوریه، بقیهش میخواد چی بشه؟ اصلا تار و پود خود خالقم نبوده صاف و سود، اصلا یادش بخیر بچگی گل کوچیک شو تو پاس توپ پلاستیکی جوب و ساخت، نه کبود میکنه ضربه ها نه کنایه بنده ها، وقتی لالم واسه حرف برق انگاه زبون ها روی رنده ها، سی ها میکنیم ولی جمع نمیشه جمع ما، میرسیم به استخ. بذار متنو بیاری، نمیخوام متنو نگاه کنم، متنو میبینی لامصب ولی نمیشه، خب خیلی سنگین میگی. ستون اینجا بود دیگه، میگه توپ و گل کوچیک شوت و پاس توپ پلاستیکی جوب و ساق، نه کبود میکنه ضربه ها نه کنایه بنده ها، نه کبود میکنه ضربه ها، شاید مثلا نمیدونم اشاره مثلا به باتوم، و میگه وقتی لالن واسه حرف حق انگار زبون ها روی رنده هاست. نمیتونی حرف بزنی، شیت پشمون قشنگ، یعنی میگم اعتراض میباره از تک تک کلمه ها، داره اعتراض میباره، میکنیم ولی جمع نمیشه جمع ما، میرسیم به استخونه هم زیر پوست زمین، اون قدا هم نیست عمق کره در حال کندن گوشت، پشمون پشمون بازی چون خودت یادی دارم فکر میکنم به جمله، چقدر قویه، دو هم نیست عمق کره در حال کندن گوشت همه، خاک گشنه مرده خوره، فکر کن یه درصد کلاغا به ترسن، تالا فکر کردی به ترس تو دل من ترسک، دستاشو باز کرده که بغلش کنی ولی تو میری میخ تو کمرش کنی، جاده نشون میده هر کی صد درام بود، آجیبی داره از چی دیدی؟ دیده مترسک رو میزنن که کلاغا رو به ترس نمیگه، مترسک اونجا واسه که بغلش کنی نه اینکه میخ بکنی توش، وای ما تنم سیخ شده حاجی، این آلبوم مثل اینکه گاده، یعنی واقعا یعنی خودش گفته بود قراره رپ فارسی رنده کنم که بغلش کنی ولی تو میری میخ تو کمرش کنی، جاده نشون میده هر کی صد درام بوده، از اون استخون مونده من رد پا، یار کشی به مرام از اون استخون مونده من رد پا، داری دیگه حالا سرویسش کردم دیگه، هر کی رو برون وایساده چقدر خوبه، حال میکنم با کوری خونی های این پسر، هر کی صد درام بوده از اون استخون مونده من رد پا، یار کشی بین مرام و جا کشی خاکی باش قبل اینکه خاک، یار کشی بین مرام و جا کشی شت کشی خاکی باش قبل اینکه خاک بشی، خاکی باش قبل اینکه خاک بشی، قبل اینکه کشته بشی، قبل اینکه زمین بخوری، مثلا ترک اول آلبوم تموم شد دیگه، آره همین قبودی، ترک اول آلبوم خیلی قبودی، یه دقیقه بود ولی خیلی دوست داشتم، من رد پا یار کشی بین مرم و جا کشی خاکی باش قبل اینکه خاک بشی. خب آقا این ویدیو ریاکشن به ترک مقدمه از فدایی با آهنگسازی مهدیار، ترک واقعا خفنی بود، حتما میگم ما بقیه این آلبوم هم حتما ریاکتش رو خواهم رفت و اگه در واقع نت یاری بکنه حتما ویدیو رو هم آپلود خواهم کرد و بی صبرانه منتظر ترک های بعدی این آلبوم هستم که در واقع ویدیوشون رو بگیرم و ریاکتشون رو برم و میگم دیگه حتما، ولی شما میگم نظرتون توی کامنت ها واسم بنویسید، دمتون گرم تا اینجا ویدیو هم با امید ان‌شاءالله که از ویدیو هم خوشتون اومده باشه، اگه تازه با کانال شدین لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، دمتون گرم، عشقین 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 عشق، تا یه ویدیو ریاکشن یه قسمت دیگه، فعلا خداحافظ.